سلام دوستای عزیز، وقتتون بخیر. امیدوار هستم هر گوشه دنیا باشین، خوش و صحتمند باشین. امروز ما در منطقه قادی خدمت انجینیر صاحب چند مقدار پیسه که از استرالیا روان کردم تقدیم انجینیر صاحب کنیم که از کارگرها باقی مانده. بیشتر از انجینیر صاحب میشنویم دیگه چی گفتنی ها داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت تمام دوستا و بیننده و وطندارای گل ما و باقی خیرینی که در گوشه و کنار دنیا قرار داره سلام و احترامات خود تقدیم میکنم. امیدوارم که همگی تان جور و صحتمند باشید. ما امروز 25 همه ثور بازم در خدمت توغ میدیا قرار داریم که فعلا در سایه چاکتو هستیم. سایه چاکتو یا سرگ چاکتو که تقریبا از 10 ماه پیش آغاز شده بود، پارسال سال گذشته البته حدود 2.5 ماه کار از پول برات الا پول قادی پلان بود که باید کار شوه و سال گذشته ساحات بسیار خراب از این سرک ترمیم شد، تغییر یافت و سرک عریض شد و بعض جایش پرانه شد و سرک بسیار از شکل بسیار خرابش به شکل بسیار خوب تبدیل شد که مردم شاهدش هستند. ترافیکی که در اینجا وجود داشت بنهایت خوش هستند مردم که عبور مرور به صورت بسیار ساده و آسان صورت میگیره. متاسفانه سال گذشته که ما تقریبا از اول اسد کار شروع کردیم، سرطان البته شما خبر هستید که به تعقیب نمزی کارا در 22 سرطان تحولات های در جاغوری رخ داد، وقفه آمد، باز دوباره ما کار شروع کردیم، باز یک تحولات کلان در سطح کشور رخ داد. خب به هر صورت تقریبا کار ما 80% خلاص شد ولی پلانی که بود با پلان خود نرسیدیم. کمک هایی که صورت گرفته بود ناچیز بود. تقریبا ما مجموعا این سرک که به طول 5 کیلومتر است برآورد قبل اولی که داشتیم حدود 1 میلیون مصرف داشت. ما با می کاری که کرده بودیم تقریبا حدود 7,30,000 مصاریف ما برآورد شده بود، البته 7,30,000 کار کردی ما بود با 228 ساعت بیل، تقریبا حدود 1200 موتر پرانی خاک، حدود 170 نفر روزمزد کارگر، تقریبا حدود 300 انفجار به خاطر سنگ شکنی تگپا. ما تانستیم که تقریبا حدود 60% از این کاری پارسال ما پیسهش از برادرها جمع آوری کنیم ولی متاسفانه به خاطر تحولات این قرضدار ماندیم که قرضداری ما تقریبا حدود 3,000 افغانی بود که البته از کارگرها بودن و از بیل بود و از موتردارها بود که ما این سال تلاش کردیم که باید قرضداری خود خلاص کنیم که خوشبختانه در سال 1400 ما تانستیم که 40,500 افغانی را انجینر صاحب عزیز پسر مرحوم رئیس زیرک تقریبا 2 ماه پیش اونا از امریکا برای ما روان کردن برای قرضداری ما که مستقیما برای صاحب بیل دادیم. بیلی که در اینجا کار کرده از مردم های ایدر از لخشک است به نام رضا. به تعقیب از این در سال 1401 تقریبا 1,900,000 افغانی را خانواده نایب از خود قریه کتسنگ که دکتر میرسن است و حاجی کبیر است و مستری که بچه معلم صاحب نظر اینا رایی کردن که تقریبا در حدود 50,000 افغانی زی در حدود 54,000 افغانی زی کارگرایی که در اینجا کار کرده بود به تابع قاضری داده شد برش. تقریبا در حدود 2.5 متر خاک آورده شده بود، همزی 54,000 افغانی زی داده شد، باقی تقریبا 54,000 چند صد ازی برای بیل داده شد که ما فعلا تنها از بیل یا صاحب بیل قرضدار هستیم که البته قرضداری ما از کارگرها مکمل خلاص است، از موتردارایی که خاک آوردن مکمل خلاص است، صرف ما از بیل قرضدار هستیم که البته در حدود 228 ساعتی که پارسال همراه ما کار کردن بریزناک ما پیسه دادیم
دفعه اول در سال گذشته البته 44615 افغانی از طریق گوگل جورنال داده شده، دفعه دوم 1970 افغانی هم توسط گوگل جورنال داده شده، دفعه سوم 52000 افغانی توسط توغ مدیا آورده شده برای بیل داده شده، دفعه چهارم 50000 افغانی از طریق صمد صمیم کنو 70000 افغانی برای ما اول چه روان کرده بود که 20000 افغانی زیر برای کارگرا دادیم، 50000 افغانی زیر در روزهای نزدیک تحول برای بیل دادیم، دفعه پنجم که از طریق جاغوری نیوز یک مقدار پیسه آمده بود، یک مقدار پیسه کمی ناچیز دیگر از داخل منطقه دادیس ما آمد که حدود 26000 افغانی بود که ما برای بیل دادیم. البته این سال گذشته ماست و این سال که قبلا بر شما گفتم 40500 افغانی را انجینیر صاحب عزیز از امریکا برای ما کمک کردن که برای بیل داده چه برای بیل داده شده دیگه، از این جمعی که 1900 خانواده نایب رایده بود 54000 زیرم برای بیل دادیم و فعلا مجموع پرداختی که ما کردیم برای بیل در حدود 369085 افغانی بوده. خود استاد عزیز شبیر بختیاری از استرالیا پسیده که ما میخواییم تقدیم انجینیر صاحب کنیم قدی لیست چیه انجینیر صاحب هم پیسه رساب کنم لیست کسایی که پیسه را یک در بخوانه. شکر با ما را گساب کنیم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، هفده، هجده، نوزده، بیست، بیست و یک، بیست و دو، بیست و سه، بیست و چهار، بیست و پنج، بیست و شش، بیست و هفت، بیست و هشت، بیست و نو، سی، سی و یک، سی و دو، سی و سه، سی و چهار، سی و پنج، سی و شش، سی و هفت، سی و هشت، سی و نو، چل، چل و یک، چل و دو، چل و سه، چل و چهار، چل و پنج، چل و شش، چل و هفت، چل و هشت، چل و هشت، هزار و چهارصد و پنجاه. چل و هشت هزار و چهل و هشت هزار و چهارصد و پنجاه افغانی از طرف شبیر بختیاری کمک برای سرگ چاکتو دما رسید که البته ما امروز تصمیم داشتیم که صاحب بیل را خبر کرده بودیم، اونا نتانستن که بیاین. انشالله ما امیر بازم در مقابل یک ویدیو بر از او خواد تقدیم کردیم که البته تشکر بسیار زیاد و بسیار ما را امروز خوشحال ساخت برادر خوب ما شبیر بختیاری از استرالیا این کمک از برادرای دیگه جمعوری کردن، خودشان هم زحمت کشیدن که تا دمی کار سرگ چاکتو هم یک همکار خوبی ما باشد، یک کمک کننده خوبی ما باشد و همچنان در اینجا یک ثواب خوب را برای خود و برای اماتای خود جلب کنه که البته در اینجا شبیر بختیاری زحمت کشیده از محترم قریدار علیزاده $100 از استرالیا، $100 استرالیایی سن نوید $100، محمد علی حسینی $120 استرالیایی، خود شبیر خان بختیاری $200 استرالیایی، عزیز الله $50 استرالیایی، سخیداد $70 استرالیایی، همچنان سمندر $100، سخی رضایی $50 استرالیایی، حاجی نبی $100 استرالیایی که این 9 نفر خداوند اینا را ماتایش رحمت کنه، خداوند اینا را اجر عظیم و طول عمر بر رضا عنایت نماید که ما را هم کاری کردن دیگر. یک جهان تشکر که لطف کردن برای قرضداری سرگ چاکتو روان کردن. البته مجموع مبلغی که شده در حدود 48450 افغانی است این مبلغ که از 48450 افغانی از این البته شبیر از پیسه که خود از اینا روان کرده البته این دیگرش که جمع‌آوری شده که 12000 افغانی زیر برای این تیمی که فعلا ما در اینجا قرار داریم روان کرده که البته گفته که گان تیل موتر و خرج رفت آمد دیگه پای شما است که البته
از طرف از اونا به قسم یک بخشیش و یک تحفه روان شده و باقیش کسته برای صاحب بیل داده میشه که ما تقریبا از بیل قرضدار زیادترین قرضداری ما از بیل است، صاحب بیل است که ما دیگه مکمل کارگرای روزمزد و باقی گپای دیگر چی کسایی که اینجا کار کردن مکمل خلاص کردیم. دیگه جا داره که از دوستای دیگه که ما را میبینن بازم البته شاید در جریان باشه که سرک چاکتوب از بدترین سرک به خودترین سرک تبدیل شده، دیگه ما را همکاری کنن. البته این سرک شاید کسایی که از اینجا تیر شده باشد امروز او سرک سابقه نیست، یک سرک بسیار خوب است، مردم بسیار به راحتی از اینجا عبور مرور میکنه. و دوستای محترم حتما باقی قرضداری که ما شاید قبلا هم برای شما گفتیم که 228 ساعت اینجا کار بیل صورت گرفته که ما تقریبا 70-75% پیسه همین صاحب بیل رسانده تانستیم، باقی دیگه مکمل مانده. دیگه از دوستا خواهشمندیم که در این کار بسیار با ارزش مگر مسجد خراب که را آباد کو باید سهم خود بگیرن دوستا و خصوصا قومای لیبیا و کسای دیگه. دیگه تا ما بتانیم که روزی خلاصا شاهد از این باشیم که بیل دیگه یخنگیر ما نشوه. البته باز از دکتر صاحب حبیب سفری بسیار تشکر زیاد دارم که از قریه خوشقلای قادیس اونا تانیستن یک مقداری که از این سرک از سال گذشته باقی مانده بود کارش، اونا با پیسه شخصی خود که در حدود 1,65,000 افغانی است تقریبا یک ماه پیش ما در منطقه خوشقلا یا او روغنی مکمل به سر رساندیم. یک سرک بسیار خوب آمد که در اینجا دو دانه پلچک جور شد و باقی سرک عریض شد، سرک پرانه شد، تقریبا در حدود 300 متر خاک اینجا پرانه شد. دیگه سرک ما امروز از پول برات الا پول او روغنی مکمل تکمیل شده که البته در میان از این سرک یک پلچک تقریبا بسیار اساسی البته سال گذشته توسط آجی صاحب خادمی دولت شاهی که از قریه توبی داوود هستند، اونا هم کاری کردن که او پلچک البته با 27 متر دیوار استنادی با بلندی تقریبا 6 متر که دمی ساحه که ما قرار داریم اونا پیسهشان مکمل شخصی روان کرد که پارسال تکمیل شده که جا داره بازم از آجی صاحب خادم دولت شاهی یک تشکر ویژه بکنم. تشکر انجینیر صاحب از اینکه زحمت کشتین دیگه سرک را جور کردین و مشاهده از این که سرک واقعا خوب جور شده، مردم دیگه اذیت نمیشه، پیش از این مردم زیاد اذیت میشد، یعنی واقعا سرک زیاد خوب شده بخش مردم. دیگه فعلا دیگه چی کار در نظر داری که انجام بدی؟ در کجا میخوایی پول جور کنی یا سرک بازم بخش مردم جور کنی؟ سرک چاکتو کسایی که فعلا از این مستقیم استفاده میکنه مکمل اونا میبینن یا سعی میکنن که چقدر با کیفیت ساخته شده. ما فعلا مصروف بندسازی های زیادی در جاوری هستیم که البته بند سنگجوی لومان است، جمله دیگه بند قلطرغوی ایدر است که اون کارایش به خیر شروع میشه، بند سنگجوی تقریبا 3 ماه است که کارایش شروع است، بند دیگه است که در چشمه بیبی زیرک است که شاید به زودی ها کارایش شروع شد، نقشش تکمیل شده و بند ذخیره آب دیگه است که در چلباختوی وقی است که هم تقریبا یک مقدار کارایش پیش رفته، تعداد کنی شده، سیخ آورده شده، یک تعداد سنگایی که در منطقه بود داشت کسانده شده. دیگه ما یک پولی دیگه در منطقه ولسوالی خاک افغان ولایت زابل زیر کار داریم که پولی دوستی است که تقریبا کارایش مکمل ابتمنت و پایه‌ها و ریتینینگ وال و سرکش تکمیل است که انشاءالله به زودی اگر دوستان ما را کمک کردن ما کارهای سر از زیره شاید شروع کنیم، خود کار سلب و گادرهای زیره که البته این پول در منطقه برادرهای پشتون ما قرار دارن که واقعا پولی دوستی هزاره و پشتون است که ما میخواییم که یک کاری را در منطقه دیگه هم را بندازیم که تا
امی الگوی نگه که در جاغوری فلان رواج پیدا کرده که مردم سرک میسازه، پل میسازه، بند میسازه، امی کارا در ساعات دیگه هم باید پیش بره. دیگه پول دیگه ای که هستن که البته در اونجا انجینر صاحب حسین هم کاری داره، پول دان قرقول است که قبلا گزارش های از اونجا ما تهیه کردیم، اونا دوستا شاید دیده باشد، خب شاید کارهای از اون به زودی شروع شود که تقریبا اوی کار کاری بسیار کلان خواهد بود که برادرای مالستان زیادترین استفاده کنندار مالستان و سید آمد و علاودال و طرف هم کمرگ و المیتو داره و خواهیش ما از برادرای مالستان و این سمتای شمال شرق جاغوری این است که در قسمت پول دان قرقول که البته سرگی که از بین غجور طرف بادخانه مالستان وصل میشه حتما همکاری خود داشته باشد که واقعا او پولی که فعلا در اونجا موقعیت داره پول چوبی است که در حال پوسیده شدن است، ممکن است خدای ناخواسته کدام وقت در اینجا کدام حادثه صورت نگیره و دوستای علی سید تصمیم گرفتن که باید در اینجا پول اساسی و پخته ساخته شد. البته در اینجا بازم از سخی هزارک از در مقیم امریکا است، حضرت وارث صاحب و یونس خان دری البته در کانادا است، یک تشکر خاص بکنم که اونا در این قسمت زیاد راه رفتن تلاش کردن که تا پول علی سید چی پول دان قرقول باید بسازه. دیگه از دوستای مالستان و دوستایی که در شمال شرق جاغوری قرار داره امیدوارم که در این قسمت تکمیل پول دان قرقول باید همکاری خاصی داشته باشد. دیگه پلانایی که هست ما قبلا هم برای دوستا گزارش دادیم که البته ما اگه بیتانیم انشالله به همکاری دوستایی که و خیرینی که در خارج قرار داره که ما بیتانیم سرگ خوال و تاگ و تایلوم را از مسیر کوتل خوال در سیرتو وصل کنیم، از سیرتو بیاید در قاش، از قاش را میرقم از طرف پیتاو بیاید طرف سنگماشه و پیتگه و طرف سنگسلاخ بره که در اینجا یک پول اساسی کار است که باید در سر دریای سنگماشه باید اعمار شود که تا این سرک هم وصل شود و این پول هم جور شود و واقعا پول سیرتو بسیار یک پول حیاتی است. اگر شما دوستا ما رو میبینید یا خبر هستید از منطقه، مردم های تاگ و خوال وقتی که میخواهید در خرطیزک برن روبروی او مجبوره که یا باید تقریبا 40 کیلومتر راه را باید بپیماید بیاین از طریق پول برات پس برد در خرطیزک، قرجات بابا و پیدگه و سنگسلاخ و جاله و کجاست که از راه بسیار نزدیک از پول سیرتو بیترک داینده در خوال و تاگ و تاخوم و تعلوم وصل شد. امیدوارم از دوستای محترم که به این قسمت بازم اگر همکاری داشته باشد یک کار نیک و خیر خواهد بود که ما فعلا در این مورد رایزنی داریم که انشالله یک مقدار کمک از داخل منطقه جمع‌آوری شده که ما میخواییم که در آینده نزدیک سرک از به خیر یک کار شروع بکنیم و میمانه پول چون مصارف زیاد داره دیگه انشالله در اینجا خیرین محترم ما رو باید دستگیری کنه و همکاری کنه که تا ما پولی را در سیرتو بسازیم که روز شاهد باشیم که سرگ تاگ و خوال از مسیر کوتا از کوتل خوال از قسمت سیرتو طرف قاش و بازی طرف امتداد پیدا کن طرف جاله و سنگ سوراخ و پیدگه از آی بسیار کوتا. و بازم در اینجا واضح بگویم که خصوصا جاله و سنگ سوراخ و خرکوش و سیدو چهار قریه کلان اگر یا چندین بار البته مراجعه کردن و ما میخواییم که در اینجا بازم دستبکار شویم که بر از یک بند ساخته شود، البته با کمک شما خیرین، با کمک شما برادرها و با کمک شما وطندارای گل ما که در خارج قرار دارید ما اگر بیتانیم که یک بند در حدود یک 40 متر یا 50 متر در منطقه سر بند جوی جاله اگر بسازیم انشالله در آینده ما شاهد از این خواهد بودیم که دیگه خوشسالی در جاله و سنگسلاخ و خرکوش سیدو نخواهد داشتیم و یک جاله، یک سنگسلاخ، یک خرکوش، یک سیدوی سبز، سرسبز، یک جاله و سنگسلاخ خرم و آباد داشته باشیم. انجینیر صاحب بازم تشکر از اینکه زحمت میکشی
بخش مردم از مو دیگه امیدوارم دیگه خیرین از مو کمک کنه و ما را فراموش نکنه. مون بیتنین دیگه بازم سرک و پول و پولچک ها را جور کنیم دیگه که مردم از اذیت خلاص شونه و دیگه از دوستایی که در خارج هسته و داخل افغانستان هسته تشکر مونم که از این خاطر که بخش مردم از ما همیشه کمک مونه. امیدوارم که همیشه کمک کنه که تا افغانستان از ما یا جاغری از ما همی پیشرفت کنه و مردم از ما از اذیت خلاص شونه دیگه. خب بیننده عزیز، این بود برنامه امروز از ما. تا برنامه بعدی، خدایا رو نگهدار شما باشه.